در این چلیپ های نادعلیان مظهر العجائب یا مظهر العجائب، استاد امیرخانی سه نوع نوشتار کلمه علی رو در چلیپ ها به کار برده. یعنی این چلیپ ها رو که میبینید سطر آخرش، مصرع آخر، از سه مدل نوشتاری کلمه علی استفاده کرده. البته مدل دیگه ای هم هست که بسیار کم کار برده، ولی این سه مدل مشهور رو به کار برده. این مدل اول، مدل دوم که در تصویر می‌بینید، و مدل سوم. حالا اینا با هم یه تفاوت‌هایی دارن و این مدلی که ابتدا به کار برده به خاطر اینکه با این کشیده هم ریتم میشه، خب از این استفاده کرده و با این کشیده بالایی هم تقارن پیدا میکنه و تناسب داره. فاصله بین این دو تا کشیده نباید یه نقطه باشه. اگه یه نقطه باشه این فضای سفید تنگ میشه و نوشته ما زیبا نخواهد بود. خیلی ها این سطرها رو می نویسن و هر کار میکنن میبینن اونطور که باید دلنشین نمیشه. حواسشون نیست که فاصله اینجا تا اینجا برابر نیست با فاصله اینجا تا اینجا. اینجا یه نقطه آزاد قرار میگیره که بالا و پایینش هم آزاده. یعنی اگه بخوایم حساب بکنیم از یک نقطه بیشتره. ولی اینجا نه. اینجا متفاوت. این یه نکته. در مورد این چیدمان سطر دقت کنید، تا اینجا که میاد، تا اینجا داره از یک سطر معمولی تبعیت میکنه. اما همونطور که دقت میکنید به ولایتک لا رو برده بالا، که هیچ وقت تو سطر نویسی شما نباید اینقدر بری بالا، ولی تو این فضا این قرار گرفته و قفل شده و کاملا ترکیب منسجمی به وجود آورده. در حالت معمولی اگه کسی لا رو اینقدر ببره بالا معلومه که ناشیه دیگه، غلط. اما اینجا کاملا حرفه‌ای چیدمانی صورت گرفته و یک فضای منسجم و عالی درست کرده. با این نقطه ها، با این لا، یک پیوستگی درست کرده فوق‌العاده. خب حتی اینا هم همینجوری نگذاشته، اینا حساب شده است. حتی این تشدید که اینجا میبینید اینا حساب شده هست، فضا رو پر کرده، فضای بصری قشنگی درست کرده. اینا همه حساب شده هست. اینجوری نیست که شانسی گفته حالا مثلا اینم بذاریم اینم بذاریم. اینا همه حساب شده است. تا اینجا از سطر و یک حالت سطر معمولی تبعیت کرده. از اینجا به بعد میبینی علی اومده خیلی بالا قرار گرفته. در حالت معمولی اینقدر از کلمه علی باید میرفت پایین. یعنی از اینجا باید میرفت پایین سطر. اینجا اینو کشیده بالا. باز میبینی سطر منسجمه و پیوستگی خوبی داره. قسمت بعدی که علی تصور ما این بود که اینجا قرار بگیره، میبینیم یک نقطه رفته بالاتر یا هم گذاشته داخلش. در این حالی که ما علم داریم، یقین داریم که این روی خط زمینه نیست، اما این چیدمان یه چیدمانی هست که مشکلی نداره و ما کاملا طبیعی میبینیم. چرا اینطوریه؟ علت اینه که اون مسیری که برای ما تعریف کردن به عنوان خط زمینه و از این مسائل، اینا در حالت معمولی و ابتداییه. در یک جاهایی ما برای فرم و چیدمان مجبوریم به یک خلاقیت و نوآوری هایی دست بزنیم که سطر ما جذابتر به نظر برسه. اینجا الان از این بالا شروع کرده، اومده روی خط زمینه و کم کم دوباره رفته بالا. اگر روند این سطر رو نگاه کنید از این قضیه تبعیت میکنه. بنابراین در این حال که به ظاهر بعضی از این کلمات روی خط زمینه نیستند، جوری چیدمان صورت گرفته که انگار 100% مطابق یک سطر معمولی همه چی سر جای خودش هست. اینجا هم واقعا همه چی سر جای خودش هست، اما در یک نگاه حرفه‌ای. هنرجوی مبتدی یه خط میکشه و به این نتیجه میرسه که خب این اشکال داره، این رفته بالا. اما وقتی حرفه‌ای نگاه میکنی میبینی فرم، چیدمان و ارتباط ابتدا و انتهای سطر کاملا حرفه‌ای هست. در مورد این کشیده علی ببینید، این یکی، این کشیده
بایستی فاصلش با این کشیده بعدی تقریبا یه نقطه باشه. اما اینجا از یه نقطه بیشتره. عمق این یه هم یک نقطه باید جا بشه. این دوتا فرمشون یکی هست، اما اگه دقت کنید اندازه هاشون توی این چلیپا یه خورده متفاوته. خب اینا رو من مطمئنم هنرجویی که تازه کار میکنه اینا رو به این دقت شاید متوجه نشه. اینا زمان میبره که انسان توی خوشنویسی و ممارستهاش درک بکنه که سر عین به این شکل مینویسن، اما برای کلمه علی از کلمه غم بزرگتر نوشته میشه. دقت کنید الان غم رو نگاه کنید، علی رو نگاه کنید. معمولا هنرجوهای مبتدی بعد از این مدتی که حالا کار میکنن، خصوصا اگر زیر نظر استاد نباشن و دیگه رها بشن، ممکنه به خودش بگه که آها من فهمیدم این از این بزرگتر نوشته، پس اینجا اشکال داره. اینا یه نکاتی هست که هنرجوی مبتدی نمیتونه پی ببره. مثلا واو. واو همیشه اینجور نوشته نمیشه. واو متصل کوچیکتر میشه. ببینه؟ اینا نکاتی هست که مربی باید بگه و هنرجوی مبتدی عمرن این چیزها رو بفهمه. خیلی زمان میبره. ماها همه این نکات رو اساتید گفتن و رفتیم مشابهش پیدا کردیم و نکات جدیدی هم خودمون یاد گرفتیم. الان این واو رو در نظر بگیرید، خوب تو ذهنتون بمانه. کلمه اونن میبینید واوش چقدر متفاوته. اینا ارتباط های بین کلمات، همه اینا رو باید نگاه کنید. الف مگه همیشه روی خط زمینه نیست؟ چرا اینجا افتاده؟ به فضا و به اقتضای ترکیب این الف اینجا قرار گرفته و هیچ مشکلی هم نداره. این نکات مربوط به ترکیب نکات بسیار دقیقی هست که اینها اگر شما دوست داشته باشید و علاقمند باشید که این مباحث تکرار بشه، حتما با کامنت هاتون با نظراتون در یوتیوب میتونید در یوتیوب زیر همین پست نظر بدید، سوالاتتون رو بپرسید که انشالله این ویدیوها تکرار بشه. عزیزانی که ویدیوها رو میبینن هیچ نظری نمیدن، خب در جریان باشن. ویدیوها وقتی شما نظر میدید، وقتی سوال میپرسید، ما متوجه میشیم که این نوع ویدیوها برای شما کاربرد بیشتری داره و شما بیشتر علاقه‌مندید. طبیعتاً به سمت تهیه این نوع ویدیوها میریم. اما زمانی که آموزش‌ها رو نگاه میکنید اما هیچ واکنشی ندارید، هیچ نظری ندارید، خب ما طبق همون تصمیمایی که خودمون داریم و همون چیزهایی که احساس میکنیم ضرورته پیش میریم. ولی زمانی که هنرجو نظر میده، ممکنه که توی تهیه ویدیوها ما به یک سمت دیگه ای بریم از جهت تولید محتوا. تا حدودی نظرات شما تأثیر داره. حتما کامنت بگذارید، حتما سوالاتتون رو بپرسید و لینک این ویدیوها رو به دوستانتون و به کسانی که علاقمند هستن ارسال کنید. این مباحث در این حال که من به صورت رایگان به اشتراک میگذارم، همه اینها قابلیت این داره که تبدیل بشه به یک دوره و به فروش بره. امیدوارم که برای شما عزیزان مفید باشه. و این جمله‌ای که من گفتم فقط به خاطر این بود که خواستم بگم که اینها رو خیلی جاها دارن این مباحث رو تبدیل میکنن به دوره و میفروشن. حالا که شما به صورت رایگان اینها رو نگاه میکنید، با کامنت هاتون با ارسال لینک این ویدیوها حمایت کنید که انگیزه ما هم برای تولید محتوا بیشتر بشه.